سلام دوستان، به اسپوکن تیوتوریال در ساب پلاتس خوش آمدید. در پایان این برنامه می توانید ساب پلاتس را ایجاد کنید و بین آنها حرکت کنید. برای ضبط این برنامه من از سیستم عامل اوبونتو لینکس 14.04، پایتون 3.4.3، آیپایتون 5.1.0 استفاده می کنم. برای این برنامه باید بدانید که چگونه Python Commands به پایه را در IPython Console به خود ران کنید، چگونه از Plots به صورت تعاملی استفاده کنید، آرایش Plot، اگر نه پیش نیازهای Python Tutorials در این وبسایت را ببینید. ابتدا ترمینال را با فشار دادن همزمان کلیدهای Ctrl-Alt-T باز می کنید. حالا IPython 3 را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. PyLab Package را شروع می کنید. Percentage PyLab را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. برای مقایسه دو نمودار ما پلاتس را در یک ناحیه طراحی می کشیم. حالا دو نمودار، یک کوساین پلات و یک اکسپوننشیل کارو در یک ناحیه طراحی ایجاد می کنیم. X equals to lin space داخل برکت 0, 50, 500 را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. پلات داخل برکت x, cos x y equals to lin space داخل برکت 0, 5, 100 را تایپ کنید. پلات داخل برکت y, y square. در اینجا دو نمودار اکسس سه خود را دارند، پس آنها نمی توانند که روی هم قرار بگیرند. در چنین مواردی ما می توانیم sub plots را رسم کنیم. ما از sub plot command برای این کار استفاده می کنیم. clf sub plot داخل برکت 2, 1, 1 را تایپ کنید. اولین سابپلات را می‌بینیم. سابپلات کامند 3 آرگومنت را می‌گیرد. اولین آرگومنت تعداد روز از سابپلات که باید ایجاد شود می‌باشد. در اینجا اولین آرگومنت که دو عدد برای جدا کردن نمودار به صورت افقی می‌باشد. دومین آرگومنت تعداد کالمز از ساب پلات که باید ایجاد شود می باشد. در اینجا آرگومنت دوم که 1 است. پس پلات به صورت عمودی جدا نمی شود. آخرین آرگومنت که شماره سریال ساب پلات را مشخص می کند. اینجا ما 1 را به عنوان آرگومنت پاس می کنیم که ساب پلات بالایی را ایجاد می کند. اگر ساب پلات کامند را به صورت ساب پلات داخل برکت 2, 1, 2 را اگزیکیوت کنیم، ساب پلات پایینی ایجاد می شود. اینجا دو ساب پلات را می بینیم. حالا با استفاده از پلات کامند می توانیم نمودار در هر یک از ناحیه ساب پلات را رسم کنیم. ساب پلات داخل برکت 2, 1, 1 را تایپ کنید. پلات داخل برکت x, cos x. حالا سب پلات داخل برکت 2, 1, 2 را تایپ کنید. پلات y, y square. این دو پلات را ایجاد می کند. هر کدام در یک ناحیه سب پلات. که ساب پلات بالایی کوساین کارو را و ساب پلات پایینی پارابولا را نگه می دارد. از هر دو ساب پلات مشخص است که هر کدام محورهای منظم مختلف دارند. برای کوساین کارو که x اکسس از 0 تا 50 متغیر است و y اکسس بین -1 تا 1 متغیر است. برای پارابولیک کارو که x اکسس بین 0 تا 5 و y اکسس بین 0 تا 25 متغیر است.
حالا پلات ویندو را واضح می کنیم. ویدیو را متوقف کنید، این تمرین را انجام دهید و دوباره به ویدیو برگردید. پرشر، ولیوم و تمپریچر که توسط معادله PV equals to nRT نگه داشته شدن و nR که کنستنت است. فرض کنید که nR equals to 0.01 joules per Kelvin و T equals to 200 Kelvin. V می تواند در محدوده 21cc 200cc باشد. دو نمودار متفاوت به عنوان ساب پلات رسم کنید. Pressure versus volume plot و pressure versus temperature plot. به ترمینال برای حل کردن برگردید. برای شروع به ما محدوده ولیوم داده شده که با آن می توانیم متغیر V را تعریف کنیم. V equals to lin space داخل brackets 21, 100, 500. ما می توانیم سابپلات اول را ایجاد کنیم و نمودار pressure versus volume را با استفاده از V بکشیم. سابپلات 2, 1, 1. Plot V, 2.0 by V. ما می دانیم که nRT یک کانستنت است که مساوی 2 می باشد. چون nR مساوی 0.01 جولز پر کلوین و T مساوی 200 کلوین می باشد. حالا می توانیم سابپلات دوم را ایجاد کنیم و pressure versus temperature plot را به این صورت رسم کنیم. Subplot 2, 1, 2. Plot 200, 2.0 divided by V. ما حالا یک خطا می‌بینیم که می‌گوید ابعاد X و Y مطابقت ندارند. بنابراین ما به همان تعداد از نقاط برای تمپرچر ایجاد می کنیم. T equals to lin space داخل brackets 200, 200, 500 را تایپ کنید. حالا ما 500 مقدار در T داریم که هر یک 200 کلوین می باشد. با رسم این داده ها ما پلات مورد نظر را به دست می آوریم. پلات داخل برکتس T, 2.0 divided by V. ما می توانیم دو ساب پلات از pressure versus volume و pressure versus temperature را ببینیم. با این به پایان این برنامه می رسیم. در این برنامه یاد گرفتیم که ساب پلات را ایجاد کنیم و بین آنها سویچ کنیم. و تمرین برای شما. کدام گزینه صحیح است؟ سابپلات داخل برکت number of rows, number of columns, plot number. سابپلات داخل برکت number of rows, number of columns. سابپلات داخل برکت number of columns, number of rows. و پاسخ گزینه اول است. Subplot command که سه arguments با نامهای تعداد روز، تعداد columns و plot number را میگیرد. لطفاً سوالات خود را به همراه زمان آن به این انجمن بفرستید. لطفاً سوالات کلی خود در مورد پایتون را به این انجمن بفرستید. تیم فارسی TBT Project را هماهنگ می‌کند. بودجه پروژه سپوکن تیوتوریل توسط NMEICT MHRD دولت هند تامین می شود. برای جزئیات به این سایت مراجعه کنید. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال از IIT بامبی. با تشکر از شما.